بسم الله الرحمن الرحیم. بچه این اولین جلسه هندسه سس که ادامه درس ضرب داخلی بردارها رو میخوام براتون بگم. یه مقداریش رو سر کلاس درس دادیم، یادآوری میکنم و ادامهش رو میریم. اگه خاطرتون باشه گفتیم اگر دو تا بردار داشته باشیم، بردار هم یادتون بیاد که از مبدأ شروع میشه، x y z، x پریم y پریم z پریم، دو تا بردار باشن این علامت نقطه بهش میگفتیم ضرب داخلی یا ضرب نقطه ای، میخونش آ نقطه ب یا آ دات ب، آ نقطه ب یا آ دات ب. گفتیم تعریفش میگه که بیا ایکس ها رو در هم ضرب کن، به اضافه ایگرگ ها رو در هم ضرب کن، به اضافه زد ها رو در هم ضرب. همونجور که مشاهده میکنید جمع این ستا یه عدد به دست میاد. دو تا بردار هست ولی ضرب داخلش میگه یک عدد میشه. اینو جلسات قبل براتون توضیح داده بود. حتی نوشتم که توجه کنید که حاصل ضرب داخلی دو بردار یک عدد میشه. خب مثلا بردار 1 2 3 خواهد ضرب شه در بردار مثلا 2 -1 4. این 1 که x باشه در 2 ضرب میشه، 2 در منهای 1 ضرب میشه، 3 در 4 ضرب میشه، حاصلش میشه 12. این که حالا این 12 چی هست و بعداً کم کم میفهمیم، ولی نمایش نمیشه داد. بردار رو من میتونم برای شما بکشم ولی عدد 12 رو نمیتونم نمایش بدم، ولی نمایش نداره، فقط به عنوان یه تعریف یاد بگیرید. یه مثال دیگه از اون آی جی ها براتون میزنم، مثلا دعای منهای سه جی به علاوه یه کا. این بچه این بردار یادتون باشه 2 -1 بود، این آی جی کا بردارای پایه ضریباشون همین سه تا مؤلفه بردار رو میدن. مثلا در 4 2 -5 یکشو اینجوری نوشتم، یکشو اینجوری نوشتم، فرقی نمیکنه. این نمایش برداره، فقط میتونیم این 4 -5 رو بنویسیم 4 i -2j -5k. اینا بنویسیم، اینجوری بنویسیم، فرقی به هر حال نمیکنه. این برداره 2 3 1، این برداره 4 -2 -5. خب 2 در 4 ضرب میشه، 3 در منهای 2، یا اینجا میتونی بگی آیا در هم ضرب میشن، جیا در هم، کاده 3 در منهای 2، 1 در منهای 5. خب میشه منهای 3. همونجور که میبینید چون یه عدد میشه میتونه مثبت شه، میتونه منفی شه، میتونه حتی صفر شه که مفهوم بزرگی هم میرسونه، هر چیزی میتونه بشه. این شد تعریف ضرب داخلی. بهش میگم تعریف مختصاتی، من به خاطر اینکه با استفاده از مختصات بردار تعریف شده.
تعریف دومش اینه، سر کلاس براتون توضیح دادم، بعضی اون عنوان قضیه میگن، بعضی ها یه مسئله مطرح میکنن اون در میارن. من به عنوان تعریف براتون میگم که دیگه دنبال اثباتش نباشیم، هرچند اثباتش هم راحت دیگه، فرصت دیگه نیست. همش میگم تعریف هندسی، من اسمشو باشتم تعریف هندسی از خودم باشتم. اگر آب به دو بردار باشن و تتا زاویه بینشون باشه، یعنی دو تا بردار آبه داریم، گفتیم بردار از یک نقطه شروع میشن، یعنی همشون هم مبدع شروع میشن، اینجا مبدع، پس این میشه تتا. تتاشو بین 0 تا 180 بگیریم، یعنی این وریو نگیرید. همین، اگر آبه دو بردار و تتا زاویه بین آنها باشن، آ دات ب یعنی ضرب داخلیشون مساوی میشه با اندازه آ، این علامت اندازه بود یا طول بود، طول آ، طول ب در کوسینوس زاویه بینشون. این تتا رو هم بین 0 و 180 بگیرید، بزرگتر از نیم صفحه نشه. آیه ضرب داره به اندازه هاشون ضرب داره کوسینوس تتا. باز دقت کنید که اینا عدد هم، این یه عدده، این یه عدده، این یه عدده، ضربشون هم یه عدد میشه. حالا اینکه چرا این تعریف با اون تعریف قبلی یکیه معادله، گفتم حالا چون خیلی وقت نداریم یه ازش میگذاریم، ولی به راحتی این اثبات میشه، یه خود محاسبات داره اثبات میشه که این تعریف با اون تعریف یکیه. این چون هندسیه در واقع شکل داری و زاویه داری، اینا من اسمش گذاشتم تعریف هندسی، اون یکی اسمش گذاشتم تعریف مختصاتی. خب این دو تا تعریف با هم یه معادله. مثال بخوام براتون بزنم بیمزه میشه دیگه، حالا طول آ رو بدم، طول ب رو بدم، مثلا تتا رو بدم، خب شما دارم ضرب میکنید به دست میارید دیگه، ببینیم سراغ مثالای بهترش. خب یه بحث هندسی هم بکنیم براتون، از روی این تعریف میشه گفت که چه موقع ضرب داخلی مثبته، چه موقع منفیه، چه موقع صفره، حد اکثرش چقدره، حد اقلش چقدره. اول بریم سراغ مثبت منفی ضرب داخلی. مثالی که اینجا زدم قبلش پاک کردیم، یکی مثبت شد یکی منفی شد، از اونجا چیزی نمیشد بفهم، ولی از اینجا ببینید چیا میفهمید. ببینید این اندازه ها قطعا مثبته، طول بردار مثبته، اندازه به حتما مثبته، اما این کوسینوس تتا بستگی به اون تتاش میتونه صفر شه، میتونه مثبت شه، میتونه منفی شه. ببینید اگر من 5 قسمت براتون تقسیم میکنم، چیز جالبی بهتون میگم. اگر تتا صفر باشه، تتا صفر باشه، در واقع صفر یعنی چی؟ یعنی بردارهای آ و ب موازی و همجهت باشن. الان این تتا صفر، ضرب داخلیشون میشه اندازه یا اندازه ب، کوسینوس تتا هم که تتاش صفر باشه میشه 1. در واقع این حد اکثر ضرب داخلی رو به شما میده، چون کوسینوس دیگه 1 بیشتر نمیتونه بشه. اگر تتا از 0 تا پی دوم باشه، یعنی زاویه حاده باشه، اندازه آ مثبت، اندازه ب مثبت، کوسینوس تتا هم در ربع اول مثبته، پس ضربشون میشه مثبت، یعنی میشه بزرگتر از صفر. یعنی هرگاه ضرب داخلیشون بزرگتر از صفر بود، شما نتیجه بگیرید که تتاشون بین صفر و پی دوم یا حاد است. مثبت بودن ضرب داخلی نشان دهنده زاویه حاد است. خب حالا اگه تتا خود پی دوم بشه، یعنی به این صورت بشه شکلت،
چون تتا پی دومه کوسینوس پی دوم میشه صفر، ضرب داخلی میشه صفر، که این نکته بسیار بسیار مهمیه. یعنی هرگاه ضرب داخلی دو بردار صفر شد شما میفهمید که زاویهشون 90، یا برعکس اگر دو بردار بر هم عمود باشن میفهمید که ضرب داخلیشون صفره. حالا اگه تتا منفرجه بشه، یعنی پی دوم تا پی بشه، بازم مثبت مثبت این دفعه کوسینوس تتا منفی میشه چون تتا منفرجه شده، یعنی زاویهش رفت روب دوم، پی دوم تا پی منفی میشه. پس منفی شدن ضرب داخلی یعنی منفرجه بودن این، مثبت بودن ضرب داخلی حاده، منفی منفرجه، یا به قول شما باز. اگر تتا پی بشه یعنی 180 بشه، شکلش رو برات میکشم، زاویه 180 بشه یعنی موازی ولی خلاف جهت باشن، کوسینوس 180 میشه منفی 1، میشه منهای آ منهای ب، که در واقع این حد اقل ضرب داخلی رو به ما میده. خب این پنج حالت رو دیدین، شکل خاصش رو براتون کشیدم، اینجا دیگه حاده بود نکشیدم، میان منفرجه بود دیگه کشیدن نمیخواست. در واقع من اینجا پنج تا مورد براتون گفتم، حد اکثرش چقدر میشه، چه موقع میشه، حد اقلش چه موقع است، چه موقع مثبته، چه موقع منفیه و چه موقع صفره. پنج حالت براتون گفتم، حد اکثر، حد اقل، مثبتش، منفیش و صفرش. اینو از روی این تعریف راحت تر میشه گفت نسبت به اون تعریف قبل. خب اینم یه توضیح راجع به دو تا بحث دیگه مونده. یکی اولین استفاده ضرب داخلیه. البته استفاده زیاد داره، حالا نمیشه گفت اولی دومی برای شماره بزنی، ولی اولین موردی که به ذهن میرسه محاسبه زوایاست، زاویه است، زاویه بردارا. با استفاده از همین دوتا تعریفی که گفتیم ما میتونیم بنویسیم کوسینوس تتا میشه آ دات ب تقسیم بر اندازه یا اندازه ب. این همون تعریف هندسیه، تعریف مستنش کنید بچه ها، همون میشه آ دات ب، این ضرب داره این ضرب داره این، حالا به این شکل نوشته شده. این تتا زاویه بین دو بردار رو به ما میده. نه یه زاویه هر دو برداری خواستی حساب کنی، صورت کسر ضرب داخلیشون کن، مخرج اندازه هاشون هم تقسیم کن. من سه چهار تا مثال میزنم براتون که مدل های مختلفش رو در واقع ببینید. یه مثالی که میزنم ذره حفظیه و کاربردیه، مثال دیگه مثال های ساده ایه. مثلا شما میگن زاویه یه دو برداره مثلا دو یک یک
مثلا بردل آس، بردل به مثلا البته معمولا مثال هرچی بزنی خیلی رون در نمیاد، ولی به هر حال مثالی که میخواد رون بشه براتون بزنم، دو یک یک و یک دو منفی یک. این فرمول اینجا دم دسته است. صورت که از ضرب داخلی میکنین و این در این ضرب داخلی بشه تعریف اول. یک ضرب در دو میشه، دو ضرب در یک میشه، منها یک ضرب در یک میشه. با هم جمع و تفریق میشه، دقت کن. ایکس ها در هم، ایگرگ ها در هم، زد ها در هم. مخرجش اندازه و اندازه بس. اندازه بردار چی بود؟ رادیکال x دو y دو z دو. 4 1 1 میشه 6. یک کم میشه رادیکال اندازه به. 1 4 1 اونم میشه 6. خب این 4 منو میشه مثلا 3، اینم که میشه 6 میشه 1 دوم. گفتم مثال یه جوری براتون زدم که روند بشه دیگه. کوسینوس تتا شد 1 دوم. تتا میشه 60 درجه یا پی سوم. همیشه رون نمیشه، معمولا کوسینوس یه عدد نامشخصی به دست میاد که ما زاویه‌اشو نمی‌شناسیم. حالا اگر هم شناختیم که چه بهتر، چون ما کلا دیگه سه تا زاویه 30 و 45 و 60 رو بلدیم دیگه، برگش معروف نیست. خب این مثال خیلی ساده برای پیدا کردن زاویه دو بردار. مثال دیگه آمو با سه رأسه مثلث هم زاویه رأس آ را پیدا کنید. یه مثلث سه تا رأسشو داریم، این زاویه رو هم می‌خوایم. اینجا دو تا بردار تصور می‌کنیم، بردار آسه و بردار آبه. زاویه‌اش رو پیدا می‌کنیم. بردار آسه درس قبلیمون یادتون بیاد، برای تبدیل کردن یک پاره خط به بردار مختصات انتهاش رو من ابتداش می‌کردیم. درس قبلی بود یادتون بیاد. سی منای آ میکنیم، اینو منای میکنیم، میشه منفی دو، یک منای یک صفر، دو منای یک. آ به ب رو منای آ میکنیم، دو منای یک یک، یک منای یک صفر، سه منای یک دو. این کوسینوس تتا رو پیدا میکنیم، زاویه بین این دو بردار، ضرب داخلی میکنیم، میشه منفی دو، صفر، مثبت دو. اندازه این رادیکال مثلا پنج، البته لازم نیست چون این صفر شد. خب خدا کمک کرد یه مثالی در اومد که صفر شد، من نمیخواستم اینجوری بشه، به هر حال صفر شد. کوسینوس تتا که صفر میشه، البته این اسمش کوسینوس آس. آ 90 درجه میشه، این مثلث خانم زاویه بود. هم ممکنه هر عدد دیگه هم در بیاد، ولی دیگه شانس امروز ما
به طور اتفاقی من نوشتم و 90 درجه شد. خب این هم همون مثال قبلیه، فقط به جای بردار نقطه داده شده. نقطه ها رو تبدیل میکنی به بردار و زاویه رو پیدا کن. خب یه مثال دیگه براتون میگم که اینم مثال معروفیه. توی این مثال من میخوام یه روش به شما یاد بدم، یک روش حل مسئله به یاد بدم. یعنی یه مسئله‌ای که قبلا حل میکردیم بدون استفاده از بردار، حالا میخوام با استفاده از بردار حل کنیم. یه روش خوب دقت کنیم بهش. صورت سوال ببین، مثلا به شما میگن زاویه بین یک قطر و یک یال مکعب رو پیدا کنید. ببینید مکعب مثلا یه مکعب میگه یه قطرش و یک یالش رو پیدا کنید. یال به این به اینا میگن یال. قطر داخل مکعبه ها، مثلا از این گوشه اون پشتشه به این گوشه، این الان قطره. یالم حالا یکی از یال‌ها رو انتخاب کن، مثلا این یال انتخاب کن. این زاویه رو ما می‌خوایم پیدا کنیم. مکعب هم هست، یعنی اضلاعش مساوی هم. اون روش که بچه‌ها می‌خوام براتون بگم اینه. هر وقت تو هر تستی ببین که ای دارم بهت میگم شکل دیدی از این روش استفاده کن. هر وقت شکل دیدی از این روش استفاده کن. بیایی مکعب رو بلند کن بذار رو محوره مختصات. یعنی چی؟ یعنی اینجا رو بگیم مبدأ، این بشه محور گرکات، این بشه محور اکسات، این بشه محور زدها. خب اگر بذاریش تو محور مختصات، حالا مختصات همه این بردارها رو داری؟ مختصات همه این بردارها رو دارید؟ زل مکعب ها میخواه بگی کا یک دو، اصلا هیچ فرقی نمی کنه. حالا من زل ها میگیرم یک که راحت تر میشم. هر چیز دیگه بگیرید فرقی نمی کنه. ببین اگه ما این زل ها بگیریم یک، این نقطه رو محور زد هاست، مختصاتش میشه صفر و صفر و یک. این نقطه این نقطه همه نقطه مشخص هم. الان من این نقطه رو میخوام، این نقطه هم مختصاتش میشه یک و یک و یک. حالا شما به جای یک دو بگیری اینا میشن دو، کا بگیری اینا میشن کا، آ بگی هیچ فرقی نمیکنه. خب دو تا بردار به دست اومد. زاویه بینشون رو حساب میکنیم. فرمول چی بود؟ ضرب داخلی صفر صفر یک، اندازه این میشه یک، اندازه نمیشه رادیکال یک 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 میشه رادیکال سه. خب زاویه معروفی نشود، کوسینوس تتا میشه رادیکال 3 سوم. این سوالو بیشتر به خاطر این حل کردم براتون که اون روش یاد بگیرید، یعنی شکلی که بهت میدن و برداری بذاری تو محور مختصات. برای نقاط مختصات تعریف کنی، بری تو قاره مختصات و با مختصات حلش کنی. این هم سوال معروفیه، به عنوان این نمونه حل کردم براتون. دقت کنید که دارم راجع به فقط زاویه براتون سوال می‌نویسم و حل می‌کنم. مثال مهم دیگه که داریم زاویه بردار با محورهای مختصات.
یه برده رو به شما میدن، میگن زاویه‌اش با سه تا محور حساب کن. چون دیگه وقت نداریم من مثال عددی نمیزنم، حالت کلی براتون حل میکنم. حالت کلی منظورم اینه که محور مختصات اینم یه بردار دلخواه، حالت کلی براتون میگیرم، مثلا ایکسش و ایگرگش و زدش، یه مثال عددی نزنم. این بردار سه تا زاویه با سه تا محور میسازه، معمولا زاویهش با محور ایکس و آلفا نمایش میدن، با محور ایگرگ و بتا میگیرن و با محور زدم گاما میگیرم. اس گذاریش اینجوری. الان من میخوام زاویه اینو با محور ایکس حساب کنم. خب روی محور ایکس ما یه بردار بگیرم کافیه، هر برداری دلت میخواد بگیری، ولی طبیعیه که آدم ساده ترینش بگیره، یعنی بردار آی رو بگیره که یک صفر صفره، راحت تر. الان من کوسینوس آلفا رو برای شما می‌نویسم. این یه بردار، این هم یه بردار. صورتش بود ضرب داخلی اینا، چون اینا صفرن، ایگره و زد صفر میشن، در واقع یک ضرب در ایکس میشه، میشه ایکس. مخرجم اندازه بردار آز و اندازه این یکی بردار که یکه، یک گرفتیم که راحت بشیم، تمام شد. پس کوسینوس آلفا میشه ایکسش ایکس هرچی هست تقسیم طول بردار. طول بردار هم رادیکال ایکس دو ایگره دو زد دو بود دیگه، حالا یادآوری کنم براتون. این هم اینجا میذاری دیگه، صورتش میشه ایکس، مخرجش هم. بریم سر بتا. برای بتا با محور ایگره طبیعتا ما یه بردار رو محور ایگره میگیریم که خود ما جی رو میگیریم، صفر یک صفر. این بردار، این بردار رو خب زاویهش رو پیدا کنیم، اسمش هم بتاست. صورت ضرب داخلی، این در این ضرب میشه، خب این دوتا صفر هست، فقط یک اینجا هست که ضرب در ایگرگ میشه. مخرجم همون، اندازه آ اندازه این هم مجددا یک. به همین صورت اگه گاما رو بخوام حل کنیم، بردار کار رو میگیریم که دو صفر یک بود، و به این نتیجه میرسیم که Z تقسیم بر اندازه A. این ستا رو یه جورایی میخوام بگم که حفظ کنید، زاویه با سه محور مختصاته به ترتیب X, Y, Z، صورت همون X و Y و Z، مخرج هم اندازه برداره هاست. مثال عددی دیگه نمیخواد، X, Y رو به شما میدن، جا گذاری میکنی، حساب کن. ولی دو تا نکته اینجا بهش میاد، این دوتا نکته رو یاد بگیرید خوبه. نکته اول اینه که کوسینوس 2 آلفا به علاوه کوسینوس 2 بتا به علاوه کوسینوس 2 گاما یک میشه. اسپایش هم هیچ کاری نداره، اینا رو به توان 2 برسون. x2 a2 y2 a2 z2 a2 جمع کن میشه x2 y2 z2، مخرجش هم که میشه x2 y2 z2 میشه یک. به درد چی میخوره؟ به درد این میخوره که یه رابطه بین آلفا بتا گاما هست، دو تاشو معمولا میدن، سومیشو میخوان. یعنی مثلا میگن زاویهش با محور ایکس ها اینقدره، با محور ایگرگ ها اینقدره، با محور زد ها چقدره. این رابطه به شما کمک میکنه که زاویه سومو پیدا کنید. نکته دوم که حالا خیلی واجب نیست، بردار ای آ بود. بردار ای آ بردار جهت بهش میگفتیم. اگه خاطرتون باشه یا اگه خاطرتون نیست باید بخونید، میگفتیم هر برداری رو تقسیم بر اندازه خودش کنیم میشد بردار جهتش. ببین الان من بردار آ رو که ایکس ایگرگ زد هست تقسیم بر اندازش کنم، میشه ایکس تقسیم بر اندازه ایگرگ تقسیم بر اندازه آ، زد تقسیم بر اندازه آ. همونجور که میبینیم سه تا عدد همین سه تا کوسینوس ها هستن. این هم سه جالبیه، بد نیست یاد بگیرید. یعنی بردار جهت تشکیل شده از سه تا کوسینوس.
که بهش قدیما میگفتن کوسینوس های هادی، یعنی بردار که جوری هدایت میکنه، یعنی زاویه آلفا بتا گاما رو که شما تنظیم کنی بردار جهتش عوض بدن میشه، بهش میگن کوسینوس های هادی یا هدایت کننده بردار یه جوری. خب این هم شد بحث زاویه بردار با برای مختصات. یه فیلمش هست میتونید ثابت کنید یادداشت کنید جایی، یا اگه فیلم رو نگاه میکنید بالاخره نکاتش هست. دو تا نکته گفتم و سه تا محاسبه شد زاویه بردار با محورهای مختصات. الان دقت کنید من توی نیم ساعت فقط دارم راجع به زاویه برای شما صحبت میکنم. برای اینکه کاربردهای دیگه اش هم یاد بگیریم من قبلش ویژگی های ضرب داخلی براتون میگم، برای اینکه حالا خیلی هم خسته نشید سعی میکنم 4-5 تا اولش براتون بگم، یه دونش میذارم برای جلسات بعد که چون مسئله باش حل میکنیم کاربردی تر باشه. یک، خاصیت جابجایی داریم، یعنی آ دات ب با ب دات آ مساوی. دو، ایسی بهتون بگم که اگه یه زمانی که پیش نمیاد ولی اگه خواستن بزنن تو سر کار یا تو گزینه تست دیجایی چی همچینی رو دیدی که سه تا بردار رو با هم ضرب داخلی کرده باشن، سه تا بردار رو ضرب داخلی دو به دو، این اصلا بیمعنیه. من یه شماره حرمش کردم بهتون اینو بگم چرا بیمعنیه، چون دو تا بردار رو ضرب داخلی کنی یه عدد میشه، عدد نقطه بردار دیگه بیمعنیه، این نقطه باید بین دو تا بردار باشه، این بر یه عدده این بر برداره، پس بیمعنیه. یعنی شما فقط دو تا بردار رو میتونی ضرب داخلی کنی، سه تا نداری. سه، خاصیت پخشی یا فاکتورگیری داری، یعنی اگر یه بردار آی داشتی نقطه بی به علاوه سه اینو میتونی تو پخش کنی، میشه آ دات ب آ دات سه، این نقطه ها رو بذارید حتما، چون ما ضرب دیگه ای هم داریم بعدا قاطی میشه، عادت کنی نقطه ها رو درست بنویس آ دات ب آ دات سه. فاکتورگیری هم از اون ور بهش نگاه کنی، همچین چیزی داشتی از آ و نقطهش فاکتور بگیر، آ رو فاکتور بگیر اشکال نداره. ویژگی چهارم، اگه برداری داشت در یه عددی ضرب شده بود، این عدد بچه ها علامت اینجا نداره، عدد بردار، این هم همینجور اس به، اگه خواست این دوتا رو ضرب داخلی کنی میتونی عدداشون رو تو هم ضرب کنی، برداراشون هم ضرب داخلی کنی. پرانتز بذاری نظری اینا خیلی مهم است. مثلا به شما میدن دو آ نقطه سه به، شما یه ضرب می‌نویسید دو سه تا شش تا آ به، منظورم اینه، یعنی ضریب عددی تأثیری نداره فقط ضرب میشه. پنجمی که مهمه، شاید به نظر نیاد ولی مهمه، پیش میاد که برداری ضرب در خودش میشه آ نقطه آ، آ نقطه آ، جوابش میشه ننویسید آ دو، ما همچین قیافه ای نداریم، مثلا بیمعنیه، یه بردار به توان دو ما نداریم، این جوابش میشه اندازه آ به توان دو، یه عدده اندازه طول به توان دو. دلیلش
دلیل اول این میشه اندازه آ، اندازه آ کوسینوس زاویه بین این دوتا، آ و آ زاویه شون صفر، کوسینوس آ میشه یک، آ میشه آ دو. دلیل دو، اگر آ رو ایکس ایگرگ زد بگیریم آ نقطه آ، یعنی این در خودش ضرب میشه، ایکسش در هم ضرب میشه، ایگرگاش در هم ضرب میشه، زدش هم در هم ضرب میشه، که این میشه اندازه آ به توان دو، دیگه رادیکال نداره میشه آ. پس اگر یه برداری نقطه بشه ضرب داخلی بشه در خودش، میشه اندازش به توان دو. ششمی که مهمترین هست تو این شیشتایی که الان گفتم مهمترینه، همونی که چند دقیقه الان اشاره شد، اگر آوبه دو برداری که خودشون صفر نباشن، اگر ضرب داخلی دو بردار بشه صفر، اچه این صفر رو این صفر اشتباه نکنید، این صفر عددیه، این علامت نقطه است، علامت ضرب داخلیه، هر گاه ضرب داخلی دو بردار صفر شه، دو بردار بر هم همونن. این به نوعی دومین استفاده از ضرب داخلیه، هر جا اسم عمود بودن اومد از ضرب داخلی استفاده میکنه. چند قبل توضیح دادم که زمانی که عمود میشه کوسینوس تتا صفر میشه، ضرب داخلی صفر میشه. این هم خیلی مهمه، حالا ازش مثال میزنم براتون. مورد هفتم، یه قضیه‌ای داریم به نام نامساوی کشی شوارتز، کشی نخونیدش، کشی شوارتز، که میگه ضرب داخلی دو بردار اینقدر مطلقه، چون عادات به یه عدده، قدر مطلق ضرب داخلی کوچکتر مساویه اندازه آ ضرب در اندازه ب است. اولا دلیلش بگم که خیلی بدیهیه، این دلیلش این عادات به میشه آ به کوسینوس تتا، دیگه قدر مطلق روش نمیشه، آ به کوسینوس تتا، چون کوسینوس تتا کوچکتر از یک قدر مطلقش، پس این از این کوچکتره، خیلی بدی. یا اگه میخوای مثلا این ورش هم بنویس، اینو با این بزن بره، کوسینوس تتا میشه کوچکتر از یک، که بدیه. حالا دلیلش به کنار، ما با این یه مسئله حل میکنیم، علی امروز نمیتونم بهتون بگم، یعنی کلاسمون طولانی میشه، اینو دارم جلسه بعد، یه مسئله خاص با این نامساوی حل میشه، مسئله جالبی هم هست، ولی فعلا جزء ویژگی ها براتون گفتم داشته باشید تا بعدا جلسه بعد براتون بگم. ویژگی آخرم براتون میگم، بقیه مطالب میذارم برای جلسه بعد، دیگه خیلی طولانی نشه. با این نکاتی که گفتم و ویژگی ها شما میتونید تست بزنید، کار کنید، همون کتاب خیلی سبز که تست دارید به کتاب درسیتون رو ببینید، تمرین میتونید حل کنید، مخصوصا تمرینه که راجع به زاویه و این چیزا باشه قابل حل. میخوام بگم که درس ناقص میشه، یعنی یه جلسه دیگه من باید بذارم این ضرب داخلی رو کاملش کنم، بعد از اون جلسه میتونید کامل تستا رو بزنید. فعلا این جلسه فیلم رو دیدید، چند بار ببینید، جزوه کتابت خیلی سبزم بخونید، چند تا تست اولش دو سه صفحه اولش رو میتونید بزنید، ولی اگه دیدی تستی قابل حل نیست برات، صبر کن، فیلم جلسه بعدم ببین، درست کامل شد. خب ویژگی آخر یه جورایی اتحاده،
اندازه برایند دوردار، یعنی آ رو داری، ب رو داری، جمعشون چی بود یادتون بیاد؟ یه متوازی الاضلاع می ساختی میشه لایه به علاوه ب. شما بردار آ و بردار ب رو داری، میخوای اندازه آی به علاوه رو پیدا کنی. تو فیزیک هم از جایی رو استفاده کردی، یه توان دو براش بذار که اتحاد قشنگ شه. این یه چیزی شبیه اتحاد اوله بچه ها، برای این نفس کردنش آسونه، میشه اندازه آدو اولی. اینا اندازه داره بالا، غیرتا اینجوری ننویس. اندازه به دو مثل اتحاد اول بود، میگفتی اولی به توان دو، دومی به توان دو، برابر اولی در دومی، این همونه. فقط این اولی در دومی اینا بردارن، میشه دوتا عادات به اولی به تمام دو، دومی به تمام دو، دو برابر عادات به، که بعداً تو حل مسئله این عادات به باز میشه، میشه آ به کوسینوس از اون تعریفه، بعداً که مخصی مسئله حل کنی. ولی اتحادش رو حفظ کنی اینجوری خوشگل حفظش. اگر هم اینجا منها باشه اینجا میشه منها، دقیقاً شبیه اتحاد اول دوم. خیلی سریع من اثبات اینو براتون بگم، البته این چند تا اتحاد دیگه میخوام بنویسم، ولی اینو فعلا اثبات کنم براتون. ببین آیه به علاوه به توان دو میشه آیه به علاوه به نقطه آیه به علاوه به. اون ویژگی پنجمو نگاه کنید که میگفت آدات به آدات آ میشه آدو، هر برداری ضرب در خودش بشه میشه اندازش به توان دو. من دارم همینو می‌نویسم، یه برداری اندازش به توان دو می‌نویسم، خودش ضرب در خودش، اینو پخش میکنم میشه آدات آ آدات به بدات آ بدات به آدات آ میشه آدو، به داد به میشه به دو. این دوتا ما هم برابرن، آبه به آ جا به جایی داریم میشه دوتا آبه. این اثبات میشه. این یه جورایی همون قضیه کوسینوس هاست، حالا فرصت نیست براتون توضیح بدم، در واقع همون قضیه کوسینوس هاست، به شکل اتحاد خوشگلتری براتون در آوردیمش. ادامه هشت رو من اون طرف نویسم، این حتی برای سه بردار هم درسته، یعنی مجموع سه تا بردار برایند، اندازش رو میخوای پیدا کنی، این اتحادایی که سابق حفظ بودید میشه آ دو ب دو سه دو به علاوه دو برابر این دارین، دو برابر این دارین، دو برابر این دارین، که من دوشم فاکتور میگیرم آ ب ب سه سه آ. این نقطه ها رو خوشگل بنویسید بچه ها، این ها نقطه است، ضرب داخلیه، تک تکش به توان دو، دو برابر اولی دومی، اولی سومی، سومی دومی. حتی ما یه اتحادی شبیه اتحاد مزدوج داریم، نه چا بردارن، ضرب داخلیه، اینا کن پخشش کن، این در این میشه آدو، این داره میشه به دو، این آبه با این به آب با هم ساده میشن، میشه آدو منای به دو، اتحاد خوشگلی به دست میارن. فقط بالا غیرتن ضرب داخلیش رو حواست باش. خب شد چهار تا اتحاد، این دوتا مثبت منفی، این ستایی و این مزدوجه، چیزی غیر از این دیگه نداره در واقع. این هم شماره هشت، چهار تا اتحاد براتون نوشتم، یک شم اثبات کردم، اثبات اون هم شبیه همینه. خب با اینا مسئله حل میکنیم، یعنی چی؟ یعنی آ به تو میدن، به میدن، تتا رو میدن، اینو میخوان، کاری نداره دیگه، من الان وقت ندارم براتون بیشتر توضیح بدن، میخوام این جلسه هم خیلی طولانی نشه. خب جلسه بعدمون یه چند تا سوال از اینا براتون حل میکنم،
گفتم ممکنه، ممکنه نتونید تستایی که به این مربوط میشه بزنید، تستای زاویه رو باید حتما بتونید بزنید. صبر میکنید تا جلسه بعد فیلم بعدی رو که دیدید یا دوتاشو با هم ببینید که این درس کامل بشه. یعنی جلسه بعد من یه سری تمرین هم میکنم براتون و اون بحث کشیه رو براتون میگم که چه مسئله باشه حل میشه و یه فرمولی هم دارین راجع به تصویر و قرینه. اگه تستی دیدید نوشته بود تصویر پیدا کن قرینه پیدا کن، فعلا نمیتونید حل کنید تا جلسه بعد. جلسه بعد این سه قسمت رو میگیم، ضرب داخلی ایشالله کامل میشه. خب این فیلم رو حتما یکی دو بار حداقل ببینید، مثالی که من میگم رو حل کنید که بتونیم برای جلسه بعد درس رو کامل کنیم. السلام.